قرار بود از هم گله نکن، ولی حرفایی هست که دلم میخواد بهت بگم. تو قول دادی که هیچ وقت از هم بی خبر نمونیم، قول دادی که هیچ چیزی بین من و تو فاصله نندازه، قول دادی چیزی رو از من پنهان نکنی. از تو بی خبرم، از تو دورم، از من پنهانی، از من که قرار بود تنها شاهد تو باشم. گاهی به خوابم میای بدون اینکه حرفی بزنی، فقط به حرفام گوش میدی و میری، مثل همیشه آروم و کم حرف. از انتظار خسته شدم، از چشم براهی، از تنهایی. فکر میکنم یه راه بیشتر برام باقی نموند. از کاری که میخوام بکنم دلخور نشم. شب بخیر. سلام قربان. سر حالی؟ چه خبر؟ همه چیز امن و امان، مثل همیشه. در امن و امانه، چون آدمایی مثل من و تو کم میخوابن، کم میخورن، مواظب سلامتیشون هستن و از همه مهمتر به چیزایی که برای دیگران مهمه اهمیتی نمیدن. نور اینجا اذیتتون نمیکنه؟ اتاقای روشن با پنجره های دلباز به ما آرامش میده.
ببخشید. ولی تمرکز منو میگیره. به خصوص وقتی که قراره بدونم برای چی اومدم اینجا. قرار نیست کار سختی انجام بدی. یه پیشنهاده که دلم میخواد قبول کنی. منو معاف کنید. تجارت کار وقتگیریه. تنبل میشی ارسلان. تمرین نکنی تنبل میشی. کارهایی که اینجا یاد گرفتی از یادت میره. اگه با بقیه ماموریتام فرق داشته باشه حرفی ندارم. من عاشق تنوعم. ماموریت خانوادگیه. دختر عموی تو توی دانشگاه با بچه هایی رفت آمد داره که زندگی عادی دلشونو زده. خیلی وقت از خانواده همون بیخبرم. بهتر زیاد ازشون بیخبر نمونی. دقیقا به هم بگین که چیکار باید بکنم. مثل همیشه ارتباط، نفوذ، شناسایی. نه خیلی خانوادگیه نه متنوع. از من زبده تر زیاده. ولی از تو نزدیکتر به اون دختر کمه. برای جلب اعتماد خیلی وقتت گرفته نمیشه. من میدونم که یه وقتی عاشق اون دختر بودی. شاید هم هنوز باشی، نمیتونم. حق داری به این راحتی قبول نکنی. ولی اینم بدون که اگه تو این کارو انجام ندی، احتمال این که به دخترموت آسیب برسه زیاده. همکاراتی که میشناسی همشون مثل تو جنتلمن نیستن. منتظرم نذار. لطفاً اون پردنم باز کن. این وقت صبح اتفاقی افتاده. خانم اعتمادی، یه کتاب آشپزی جدید برامون رسیده. میخواین یه نگاهی بهش بندازین؟ ممنون. چند وقت ازت خبری نیست. معلوم هست کجایی؟ مریض بودم و به حوصله. شما هنوز از وحید بیخبرین؟ همه بیخبرن. هرچی میگردیم هیچ ردی ازش پیدا نمی کنیم. ناامید شدیم. ما فقط میدونیم که وحید دستگیر نشده. اسمش تو لیست هیچ زندانی نیست. پس هنی زنده است، درسته؟ اون ناپدید شده. نه از زنده بودنش ناامیدیم. نه شما که میگفتیم پیداش میکنیم. فکر میکردم اون لو رفته و دستگیر شده مثل خیلی های دیگه، ولی هنوز اسمش تو لیست کسایی که باید تحت مراقبت باشن. یعنی اونا هم ازش بیخبرن مثل ما. شما هم نتونستن کاری برای من بکنی. صبر داشته باش دخترم، ما هم نگرانشیم. اطلاعات وحید خیلی زیاد بود، اما بعد از این همه مدت هیچ کدومش لو نرفته. یعنی فکر میکردیم وحید ممکنه حرفی بزن. آدمای خیلی بزرگتر از وحید دوون نیورده. با کارایی که این وحشی ها میکنن هیچ بعید نیست. پدر و مادرم یکم به کارام مشکوک شده. باش، بهتر زودتر از اینجا بری. مراقب خودت باش.
وحید برای شما ناپدید شده، اما برای من یه گم شده است که باید پیداش کنم. من و عموتم از اینکه مریم داره دستی دستی دخل خودشو میاره جگرمو خونه زده به سرش. لیلی و مجنونم نبودن که بریم. ارسلان جان فکر کنم اومد. اگه بفهمی دارم راجب اون با تو صحبت میکنم باز دیوونه بازی شروع میشه. فعلا خدافظ. قربانت. سلام. زیارت قبول؟ میگفتی یه سرکتابی با کنن، یه دعایی واسط بگیرن، شاید وقتت با بشه و یوسف خود گم کرده فراریت سر و کلش پیدا بشه. یه چیزی بگی تازه باشه، لاغر چند تا نیش و کنایه جدید یاد بگیر. باشه مریم خانم، مسخره کن، میبینم روزی رو که سرنوشت پاورقی مجله هاشه. سلام وحید. مامان اسمتو گذاشته یوسف خود گم کرده فراری. امروز 23 مهر ماه 1356. درست یک سال از گم شدنت میگذره. هنوز به دوری از تو عادت نکردم. شایدم قرار نیست عادت کنم. میخوام باهات حرف بزنم. نمیخوای این رخت عزا رو از تنت در بیاری؟ یه سال انتظار بس نیست. چرا؟ بس. مسخره میکنی؟ نه مامان، خیلی جدیم اتفاقا. دنبال چیزی میگردی؟ جعبه آرایشم. جعبه آرایش؟ نمیدونم کجا گذاشتمش. از وسایل خودت بهم قرض میدی؟ چرا ماتت برده مامان؟ میدیه برم بخر. آخه بعد این همه مدت چطور یهو یه بارکی؟ مگه شما همینو نمیخواستی؟ خیلی به هم ریختن. دیگه وقتشه یه کمی به خودم برسم. دیگه همه چی تموم شد ماما. تو این یه سال هم خودم خیلی زجر دادم، هم شما و بابا رو. میخوام همون مریمی بشم که شما دوست داشتی. سلام آقا، روزتون بخیر. میخواستم با آقای دکتر اعتمادی صحبت کنم. بله، ارسلان اعتمادی. من دخترم موشون هستم. ممنون. سلام ارسلان. ممنون، خوبم. تو چطوری؟ راستش میخواستم ببینمت. هر چه زودتر بهتر. باشه، خوبه. ممنون. خداحافظ. باورم نمیشه تو با ارسلان قرار گذاشتی؟ یه دختر مگه تو زندگیش چی میخواد؟ یه مرد عاشق، یه زندگی آروم. ارسلان هم عاشق هم آروم. فقط اونه که میتونه اخلاق عجیب غریب منو تحمل کنه. یعنی تو واقعا گذشته رو فراموش کردی؟ دیگه نمیخوام بهش فکر کنم.
گزارش یکم از راوی به پیام. طبق دستور تحقیق در مورد فرد مورد نظر آغاز شد. در حال حاضر رفتار و تردد غیرعادی دیده نشده است. تماس مستقیم صورت گرفته است. قرار برای دیدار خانوادگی گذاشته شده است. نکته مبهم آن است که فرد مورد نظر برای انجام این قرار خود پیش قدم شده است. راوی. این اوضاع خیلی گفته میشه. اگه خودی با آدم های دورو برای اعتماد میکردی همه کار رو آوار نمیکردی به سر خودت اینجوری نمیشد. خیال میکنی کارگر جماعت دل واپس سرمایه آدمی؟ سر که برگردونی از چهار تا آشپز قاطی کام اینجا دادن به خود گاوا تا به خود بیای چند تا مردار مونده رو دست. تو هم که سرتای حرفات شده گاو و کود و پهن. سرتو میگیرن تو گاوداری برامینی پاتو میگیرن با بابای حسن آباد هم قشنگ شدی. چطور میشه؟ از وقتی اومدی اصلا پرسیدی مریم چطوره؟ چیکار میکنه؟ پس نقد مریم خانومه. مریم از این رو به اون رو شده. گمونم حسابی سرش به سر خورده. خودش فهمیده که یه سال چشم انتظاری واسه برگشتن کسی که دو روز شب عروسی جا زده و غیب شده بیفایده بوده. بازی تازه شد. نه بابا. بازی نیست. سلام. سلام دختر گلم. حالا چطوره؟ من از همون اولش هم میدونستم آدمی که همه زندگیش چند تا کتاب و یه عالم حرف اضافه برای تو مرد زندگی نمیشه. گفته بودم. نگفته بودم شکو؟ گذشته و گذشته. حالا بعد از یک سال به این نتیجه رسیدم که حق با شماست. من با اجازه شما به پیشنهاد ارسلان جواب مثبت دادم. ارسلان؟ وقتی خودش این تصمیمو گرفته من و تو چه کاره ایم؟ مبارک. تو زیاد اینجا میای؟ هفته یکی دو بار. میدونی چیه مریم خانم؟ اینجا بوی خاصی داره. بوی قهوه، توتون، عینکای تهستکانی، شعر، بحث سیاسی در گوشی، فال قهوه، بتوون. میبینی چه مجنون عجیب غریبی اینجا؟ خیلی با علاقه از اینجا حرف میزنی. قرار نیست که جای منو بگیره از این به بعد. همه اینا زمانی ارزش دارن که تو رو بروم نشسته باشی. و من اگه نخوام تو خیلی به همچین جاهایی بیای چی؟ اینجا برای من میشه یه خاطره. میدونی چیه؟ من فکر میکنم آدمایی مثل تو که طرز فکرشون یا حتی رشته تحصیلیشون. راستی اسم دقیق رشته تو چیه؟ خب میشه گفت دامپروری نوین ژنتیکی. تقریبا همون دامپزشکی خودمونه. راستش علت اومدن به همچین جاهایی که به قول خودت مجنون غریبیه برام عجیبه. داری منو استنتاق میکنی؟ میشه اسمشو گذاشت روشن کردن زوایای مبهم دوتا آدمی که قراره با هم زندگی مشترکی رو شروع کنن. اما ما تازه با هم آشنا نشدیم. شناخت ما در حد شناخت دخترم و پسرم و ایه. من هنوز تو رو خوب نمیشناسم. ولی من تو رو خیلی خوب میشناسم. میتونم روک باشم؟ حتما. به نظر من تو دختر تحصیل کرده ای هستی که متاسفانه تواناییات دست کم گرفتی و گاهی رفتاری کردی که در شأنت نبود. داری بهم طعنه میزنی که چرا پارسال به جواب رد دادم و خواستم با یکی دیگه؟ نه. نمیخوام از گذشته حرف بزنم. فقط میخوام بدونم که چی شد که نظرت عوض شد. بزرگتر شدم پسرمو. چشام بازتر شد و عقلم کاملتر. از من بعیده؟ از هیچ کسی چی بعید نیست. اما همه دلیلت این نیست. حالا تو داری منو استنتاق میکنی. روشن کردن زوایای مبهم. اگه قرار باشه یه عمر جواب انتخاب اشتباهمو بدم، فکر میکنم همین الان همه چی تموم شه بهتر. اصلا نمیخوام سرزنشت کنم یا ازت بخوام به خاطر جواب نهی که بهم داده بودی معذرت بخوای یا توضیح بدی. فقط میخوام بدونم واقعا اون آدم از ذهنت بیرون رفته؟ من نمیخوام نقشه جایگزین رو بازی کنم. روشنه؟ به نظر تو یه سال انتظار واسه کسی که ممکنه اصلا وجود نداشته باشه چه اسمی میتونه داشته باشه؟ در انتظار گودو. جدی پرسیدم. کودکی، رویا، با عرض معذرت، حماقت. تو چرا تا حالا منتظر موندی؟ چرا ازدواج نکردی؟
برای مردی مثل تو دختر خوب کم نیست. عشق منطق نداره، اینو تو خوب میدونی. اگه منطق داشت این همه قصه و شعر نوشته نمیشد. منم مثل تو فکر میکنم. میدونی ضرر این بحثا چیه؟ قهوت سرد چی؟ تو همیشه انقدر تون میخوری؟ آره، چون معمولا وقت ندارم. راستی بذار یه خبر خوب بهت بدم. بلافاصله بعد از عقد و عروسیمون میریم امریکا. یه دانشگاه خوب برای ادامه تحصیل منتظرت. من حرفی ندارم. اما رفتن از اینجا هنوز برام خیلی سخته. زوده در موردش تصمیم بگیرم. خب حق با توه. شاید وقت گفتنش الان نبود. بی سلیقه‌ام از بس. بعضی وقتا منم دچار این کج سلیقگی ها میشم. مثلا همین حالا میخوام یه سوال بی ربط ازت بپرسم. چه سوالی؟ نظرت راجب قتل چیه؟ تخصص من پرور کردن و سالم نگه داشتن حیواناست. از کشتن و مردن و قتل سر در نمیارم. این روزا دارم جنایت و مکافات میخونم. تمه ذهنم رو مشغول کرد. تو کتابا و فیلما میشه عاشق قاتلا شد. از قتل به هیجان اومد یا برای مقتول عشق ریخت. ولی تو زندگی واقعی آدم برای هر خطایی هزار بار تاوان پس میده. چه برسه به قتل. خیال میکردم با اون گره عمیق بین ابروهات آدم بد اخلاقی هستی که میخوای منو به خاطر پولدار بودن پدرم مسخره کنی. اما وقتی با چشمای پر از عشق از امامزاده غریبی حرف زدی که کسی سراغشو نمیگیره مگه اینکه حاجتی بخواد، فهمیدم با آدمی طرفم که معنی عشق خوب میفهمه. قرار بود روز بعد از عروسیمون بریم اونجا به شرط اینکه از وجه حاجتی نخواییم. یادت وحید. گزارش دوم از راوی به پیام. در دیدار اول فرد مورد نظر رفتار غیر معمولی از خود نشان نداد. او به پرسش ها با زیرکی پاسخ خورد. وی فردیز مذهبی اما امروزی. به نظر نمی رسد که ارتباطی با خرابکاران داشته باشد. تحقیقات همچنان جهت اطمینان بیشتر ادامه دارد. راوی: شما میری خونه دیگه نه؟ سر چهارای بعدی دم کتاب فروشی پیاده میشم. میخوام چند تا کتاب بخرم. کتاب آدمو تنها میکنه. گمون نکنم برای تو که تازه از این حال و هوا اومدی بیرون مناسب باشه. از این به بعد کتابایی رو میخونم که مناسب شرایط روحیم باشه. اگه گرفتار کار شرکت نبودم حتما باید میمانم. دوست دارم سلیقه کتاب خریدن تو ببینم. سلام آقای مبدن، با من گرم نگیرین، احتمالاً تحت تعقیبم. خواب 12 روزه برت هالیدی رسیده. یه چند تاییم از میکی اسپلین، عملیات مایکامه. داخل ویترینم دوتا کتاب دیدم میخوامشون. پیوند زناشویی و 9 ماه انتظار. امروزا خیلی سخت میگیرن. مواظب خودت باش. حالا خیال مردن ندارم. تازه میخوام ازدواج کنم. مبارکه. حالا این دماد خوشبختی هست. پسرمو. ارسلان. مگه نمیگن عقد دخترم و پسرمو رو تو آسمونا بستن؟ میخوام اینو ثابت کنم. نمیدونم چی تو کلته. ازدواج زندگی مشترک. بده. با سرسی حتما دعوتتون میکنم. فعلا خداحافظ. اجازه بدید کمکتون کنم. معذرت میخوام، اصلا حواسم نبود. مهم نیست.
بفرمایید. بازم ببخشید. خواهش میکنم. خدا. خدا. سوژه کبریت بی خطر قربان. همین الان رفت خوابگاه. حتی مودت هم ازش بی خبر. دوست ندارم علیکی بهت امیدواری بدم. ولی اینقدر بدبین نباش. بدبین نیستم. زیاد از حد واقع بینم. این یه سال به اندازه 10 سال برام گذشت. سخته. اما چاره ای نیست. نمیشه زندگی رو متوقف کرد و منتظر موند. اتفاقا منم نمیخوام منتظر بمونم. امروز بعد از 1 سال ارسلان دیدم. مراقب باش. آدم مطمئنی نیست. وعید خوب میشناختش. به خاطر وعید پیشنهاد ازدواجش رو قبول کردم. تعجب نکن. آخرین راه برای اینکه بدونم وحید کجاست ارتباط با ارسلانه. وقتی دوستاش ازش خبر ندارن قطعا دشمنش ازش خبر دارن. بازی خطرناکیه. اگه بفهمه. نباید بفهمه. تا الان که به نظرم نقشم خوب بازی کردم. از کجا میدونی که اونم داره راست میگه و نقشه ای تو کلش نیست؟ از هیچ جا. ولی هرچی باشه از انتظار کشیدن و بیخبری بهتر. وحید همیشه میگفت نباید کار آسون به تو بدیم. فقط کارهای سخت و پرخطر از تو برمیاد. چون یادت میره چقدر ترسویی. فعلا نمیخوام کسی از کارم با خبر باشه. حتی مودت. بیا بخور. تو این هوای سرد سوپ داغ میچسبه. جای آرومی داری سرهنگ؟ بازنشستگی آرزوی هر آدم. چرا؟ برای آدمی مثل من زود بود بازنشستگی. ولی خب باش کنار اومدم. عادت دادم به غذای خوب، مشروب خوب، مزاج خوب. مزاج ارسلان. هضم همه چی. طول میکشه سرهنگ. نسل من با نسل شما فرق میکنه. نسل ما قورت میده، عجله داره. کار نکرده زیاد سرهنگ. زمان شما آهنگا پیش درآمد داشت، درآمد داشت. کلی طول میکشید تا اینکه بفهمیم قراره چی بشنویم. ولی الان وقت کمه. ساندویج سرد و نوشابه الکلی بد عادتتون کرده. تقصیر خودتون نیست. شما ما رو بد عادت کردین. وقتی بهمون درس میدادین مدام گفتین شیوه من، روش من. اجازه بدین ما هم روش خودمون امتحان کنیم. فکر میکنید دخترمون بعد از این همه وقت چرا به جواب مثبت داده؟ به خاطر روشت؟ یعنی به نظرتون اینقدر ناامید کنندم؟ من همیشه هر وقت امیدوار میشدم شکست میخوردم. اما هر وقت فکر میکردم لب پرتگاهم، معجزه به دادم میرسید و خطر از سرم میگذشت. نه، تو اصلا ناامید کننده نیستی. ولی نگرانید. آدم با تجربه همیشه نگران. حواسم هست. عاشقم ولی احمق نیستم. میدونم که سابقه نامزده گم شدهشو باید جدی بگیرم. گم شدنش خیلی مهم نیست. اینکه نه ما ازش خبر داریم نه دوستاش برام عجیبه. شما هنوز پیگیرید؟ الان که بازنشسته شدید بهتره به این چیزا فکر نکنید. دیگه نوبت فکر کردن ماست. نتیجه فکر کردن شما چی بود؟ اینکه رفته، غیبش زده. دیگه نه جرأت فعالیت با دوستاشو داشته نه حوصله فرار از دست ما.
واسه همین همه ما رو قال گذاشته و رفته یه گوشه دنج دنیا داره آروم و بی درد سر زندگیشو میکنه. یعنی حتی دکتر عموت هم خبر نداره ازش. میدونی چیه سرهنگ؟ من از بچگی تا حالا فقط یه خواب میبینم، یه خواب همیشگی. خواب میبینم تو کوچه های باریک توی محله قدیمی دارم فرار میکنم. ترس از صدای پای آدمایی که نمیبینمشون، نمیشناسمشون. و همیشه آخر خوابم به در کهنه چوبی میرسم که نیمه بازه. پشت در مریم رو میبینم تو 10 سالگی که هرچی صداش میکنم جوابمو نمیده، فقط نگاهم میکنه، خیره، ساکت. یعنی به کسی پناه میبری که حتی تو خوابم جوابتو نمیده؟ عشق عجیبیه. میونه عشق و وظیفه سرگردونم، مجبورم هم بیرحم باشم هم عاشق. ارسلان درس اول، به همه کس شک داشته باش مگر عکسش ثابت بشه. چه وظیفه سختی، مرگ و زندگی دیگران رو شک من تعیین میکنه. هم مرگ و زندگی دیگران، هم مرگ و زندگی خودت. دلم نیومد عکس وحیدو اینجا بزنم. اون نمیدونست یه روزی عکس خودش هم قراره بره پیش بقیه بچه‌ها. چرا عکس وحید اینجا نیست؟ نه شهیده، نه زندانی، نه اسیر. اگه زنده بود امکان نداشت من خودش بخبر. اگه اتفاقی براش افتاده بود با جار جنجال افتخار اعلام میکرد. همیشه نگران این بود که چیزی از این روزا به یادگار نمونه. زیرش هم بنویس قایم. دیر کرده این دختر نگرانم. من نگران همه اون بشم، نه فقط امشب. ارسلان جنم داره، خود ساخته است. اون از برادر خدا بیامرزد که تا زنده بود پدری در حقش نکرد. مادرش هم که چی بگم، آدم خودساخته اینقدر زود به همه چی نمیرسه. حسودی نکن، یه عمر باید طول میکشید تا خودش و دخترمون به جایی برسن که من و تو تو این سن رسیدیم. زحمت نکشیده، کار نکرده، چجوری؟ کی بهش کمک کرده؟ جوونه، به چیز غیر از کار فکر نمیکنه. نه امکان نداره. من با آدمی که یک شبه رئیس 100 ساله بره مشکوکم. تو به همه چی جز گاوات مشکوکی. من از ارسلان میترسم، از سرنمیشه دخترم. ایراد داره؟ هم سن و سالای من و تو از همه چی میترسن. ما این مریمی که دوستش داره از هیچی هم نمیترسیم. مریم وحید رو دوست داشت، چی شد نظرش برگشت؟ عاقل شد، تو هم بهتر عاقل شی. دیر کردیم دختر، منم نگرانشم. بالاخره ما نفهمیدیم این اخلاق‌گرایی که میگن یعنی کیا؟ تهرونی‌ها، قومی‌ها، تبریزی‌ها.
همه رو میگن اخلالگر، همه ایران اخلالگر بودن و ما رو میدونست. نگون که ما رو وشکه بارود شستیم و خودمون خبر رنده. به جون بچه هم همین من راننده بی سواد که روزیم حواله شده به این فرمون و کلاج، هر کسی رو که سوار میکنم سرطای حرف سیاست و رژیم و این حرفا نیست. منم متصافر شما، من از این حرفا نمیزنم. نفرمی خانم، همه این آتیشه از تو همین دانشگاه و خواهد باش. آقا دیرم شده، بی زحمت تونتر بشه. حرف بزنیم که راه کوتاه‌تر بشه. حالا کوتاه امروز. عرض میکردم خدمتون، دانشجو جماعت تو هر مملکتی به جای درس و کتاب و مشق سرشون درد میکنه واسه مخالفت و شعار و سیاست. همین همکلاسی شما تو امیرآباد و بیست‌چهارسال حرفهایی میزنن که آدم مغزش سوت میکشه. لطف کنین تندتر برین. اصولا شما دانشجوها واسه هر کاری عجله دارید. همچی تخت گاز بیرید که نگو. دست شما باشه یه شب کاخ و رژیم و شاه و مملکت رو با هم کنفیکن کنید. شما همیشه بدون اینکه طرفتون رو بشناسید اینقدر راحت حرف میزنید. ما صبح تا شب سرمون تو سفره بازار و میون مردم، دیگه چش و گوشمون پر شده از این حرفا. مثلا اگه دری به تخت بخوره و اتفاقی بیفته تو این مملکت شما چی کار میکنید؟ من اما همین تاکسی قرازه با کلی قصه عقب افتاده میدمش به شما، آتیشش بزنید و بذارید جلو توپ تانک گاردیا. شما دانشجوها که هزار ماشاءالله دست به آتیش زدن تو خوبه. اسم و مشخصات. میشه بپرسم منو به چه جرمی بازداشت کردیم؟ اسم و مشخصات. مریم اعتمادی. دانشجوی؟ ادبیات خوندم، درسم تموم شده. تا این وقت شب تو خیابون چی کار میکردیم؟ من تو خیابون نبودم جناب سروان، سوار تاکسی بودم داشتم میرفتم خونه. خونتون کجاست؟ شمرون. پس محدوده کارت از امیرآباد تا شمرونه. کار؟ اعلامیه رو میچسبونیم در دیواری ها میندازین تو خونه های مردم. اشتباه گرفتین آقا. شما تا حدودای ساعت 10 شب تو خوابگاه امیرآباد بودین، درسته؟ جرمه؟ شما همیشه چادر میپوشین؟ اشکالی داره؟ داری از ملایمت من سوء استفاده میکنی دختر خانم. شما تا این وقت تو خوابگاه چی کار میکردین؟ فکر نمیکنم دیدن همکلاسیام جرم باشه. مهم نیست شما چی فکر میکنین. این برگر رو بگیرید و هر چی میدونید بنویسید. اسم رابطه، اونایی که بهتون اعلامیه رو میدن و پاتوقا. من فقط رفته بودم دوستامو ببینم. بنویسین. شما چرا میخوای منو وادار بکنین چیزی رو بنویسم که روحم ازش بیخبره؟ پدر مادرم چشم به راهن. بنویس. شما به قول خودتون اخلالگرایی. به قول ما؟ یعنی شما تعریف دیگه ای از اونا دارین؟ شما اونا رو حالا به هر اسمی ول کردین و یقه کسی رو گرفتین که جرمش انگار فقط چادر پوشیدنه. مگه یه بچه شمرون نمیتونه چادر سرش باشه؟ رابطت با اون راننده تاکسی چی بود؟ خود شما با راننده تاکسی های این شهر چه نسبتی ممکنه داشته باشین؟ جواب سوال منو بدین. نسبت ساده و مشخص راننده تاکسی و مسافر. من گفتم مستقیم، اونم محکم زد رو ترمز. یعنی میخوای بگی از اون هم اعلامیه توی صندوق عقب تاکسی بیخبری؟ من الان باید خونه باشم. چرا با پدر مادرم تماس نمیگیرین تا حقیقت دستگیرتون بشه؟ اون آقا رابطه اصلی دانشجو خرابکاراست. تاکسی پوششه. اگه نمیدونی باید ثابتش کنی. ولی اگه میدونی انکارش نکن، چون برات گرون تموم میشه. کسی رو داری که ضامنت بشه؟ پدرم. بجز پدرتون. اون آدم سرشناسیه. گفتم بجز پدرتون. کسی که ما اونو بشناسیم و قبولش داشته باشیم. آخه من از کجا این وقت شب کسی رو پیدا کنم که شما قبولش داشته باشید؟ پس امشب تو بازداشتگاه میمونید و فردا؟ نه، صبر کنید. شما احتمالاً باید پسرعموی من، نامزد منو بشناسید.
ارسلان اعتمادی. دکتر اعتمادی، همونی که تو کار گوشتو؟ درسته. میشناسیدش؟ شما واقعا نامزد ایشون هستین؟ بله. دروغ که نمیگین؟ باور کنید این یکی رو دروغ نمیگم. یعنی تا حالا دروغ گفتین؟ بهتون نمیاد روحیه شوخ طبعی نداشته باشین؟ بسیار خوب، پس شمارش رو بنویسین اینجا. شام خوردین؟ بله ممنون. حتما غذای دانشجویی. خیلی با غذای سربازی فرقی نمیکنه. ولی نتیجهش توی مغز ما یه چیزه، توی مغز شما یه چیز دیگه. همه چیز طبق برنامه، درست همونطور که فرموده بودیم. خب یا خیلی زرنگ و باهوشه یا واقعا پاک و سر به راهه. خدمات شما رو فراموش نمی‌کنم، به موقع جبران می‌کنم. اختیار دارین قربان، انجام وظیفه بود. لطفاً بگید بیارنش. شما که نامزدشون هستین بهتره بهشون بگین به جای پرسه‌های شبانه توی جای مشکوک توی خونه بمونن و تمرین شوهرداری بکنن. البته ایشون از اون آدمایی نیستن که شما دنبالشونید. ولی چشم. ممنون از تذکرتون. این برگه رو امضا بکنید و تشریف ببرید. حتما. امضاش کنید دکتر. با اجازه. فقط میخواستم با هم دانشگاهی یا مشورت کنم که عروسیمونو کدوم هتل بگیریم بهتره. دوستات اصلا میدونن این جوجه ها کجاست؟ از من دلخوری؟ نه. اگه واقعا ریگی به کفشم بود بازم ضمانت منو میکردی؟ اونا خودشون بهتر از من میدونستن که تو مسئله ای نداری. حالا فرض. من آدم فرضیات نیستم. سرکار من با چیزای قطعی و روشنه. اما خودمونی ما، تو هم کلی کیابیا داری واسه خودت. آدم هر کدوم قیمتی دارن برای خودشون. بعضی یه پول سیاه، بعضی یه شق گوشت. بعضی هم یه گله گوسفند. بستگی به درجه ها و قپای روی شونه شون داره. قرار بود هر حرفی که گفتنی سخته بنویسیم و با هم دیگه بدیم تا نگفته این بینمون باقی نمونه. پس بذار بهت بگم که من ازت دلخورم. چون بهم یاد ندادی که وقتی نیستی با نبودن چجوری کنار بیام. ارسلانو که یادت، حتما یادت. تنها کسی که این روزا خیلی میبینمشونه، پسرموی مرموزی که دارم سعی میکنم بشناسمش.
گزارش سوم، از راوی به پیام. فرد مورد نظر در شرایط مشابه دستگیری خرابکاران قرار داده شد تا واکنش وی دیده شود. بررسی کارشناسی نشان از ارتباط وی با خرابکاران ندارد، اما مراقبت از وی به طور مستمر ادامه دارد. راوی: تو منو احمق فرض کردی یا خودتو به خریت میزنی؟ نکنه عشق و عاشقی دوباره گل کرده و یادت رفته برای کجا داری کار میکنی؟ این گزارشو به درد خودت میخوره و بس. من دارم همون کاری رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم. اینجور وقتا سرعت عمل لازمه. اونایی که ما باهاشون طرفیم آدمای بیهوشی نیستن. شاید بهتر باشه که تو رو از این کار بذارم کنار، یکی دیگر رو به جات مأمور کنم. حرفی ندارم، از اولش هم علاقه نداشتم به این کار. پس اگه این خانم کوچولو رو برای حرف کشیدن فرستادم زیر دست دوستای دیگت، از من گله‌ای نداشته باش. مخالف نیستم، اما یه فرصت دیگه ازتون میخوام. اون خوابگاه دختران خیلی مهمتر از دخترموی منه. گوش کن ارسلان، روزی که تو رو میخواستن استخدام کنن همه مخالفت کردن جز من. پس یادت نره، هر چی که داری از من داری. اون روز مخالفت من تو رو پایگیر اینجا کرد و به همه جا رسوند. اما اگه یه روز فکر کنم که داری از اعتمادم سوء استفاده میکنی، مطمئن باش که بهت رحم نمیکنم، حتی اگه همه با تو موافق باشن. رابطه اون دختر با تو فقط یه تومس برای ما، همین. شما خاکی، شما از طرف یه آشناتون امانتی به شما دارین، شنیدین؟ چی رو؟ عرض کردم شما از طرف یه آشناتون امانتی به شما دارین، تشریف بیارین بدم خدمتتون. از طرف کی؟ شما مگه مریم خانم نیستین؟ مریم اعتمادی. تلفن شما رو وحید خان دادن. کجا باید بیام؟ جسارتا تنها تشریف بیارین، سربرهنم نباشین. بگین کجا باید بیام. نترس. آدم ها هرچی ترسو دارن خشن ترن. چه خوب که نمیتونی خودتو ببینی. لازم نیست یه گره ساده رو اینقدر محکم کنی.
حیف نیست؟ حیف این دستا نیست که با این لعنتی خون مرده بشه؟ شکسته. انگشتم شکسته. دیوونه های احمق. فکر کردن کیو گرفتن که باهاش این رفتار رو میکنن؟ اینو از من نپرسین. از دوستاتون بپرسین. اونا دوستای من نیستن. البته بهشون حق میدم که سعی کنن کارشون رو درست انجام بدن. اما افراط و تفریط دشمن عقله. من کاری نکردم. بهشون گفتم که من کاری نکردم. همه همینو میگن. هر کی پاش به اینجا باز میشه همینو میگه. دزد، قاتل، قاچاقچی. نه دزدم. نه قاتل. نه قاچاقچی. من فقط یه دانشجو. یه دانشجوی عادی کارهای تو رو نمیکنه. با زنجیر در رفتاری که نه نظم حالیشونه نه قانون رفاقت نمیکنه. درسشو میخونه. زندگیشو میکنه. تفریح هم میکنه. من هیچ دوست زنجیر در رفتاری ندارم. داری. خوبش هم داری. کلید آزادی تو جیب همون دوستاته. پس دوستان منه به این روز انداختن. مطمئن باش من یکی خیرتو میخوام. ولی نه چشمندتو باز میکنم نه دستتو. دست من شکسته. کاری ازش بر نمیاد. حتی اگه بخوام. من میخوام تو آزاد شی. اون کسایی که این بلا رو سرت آوردن ساخته شدن برای خرد کردن روح آدم، جسم آدم. ساخته شدن تا اگه حرف نزدی بکشنه. تو برای مردن جوون نیستی، بچه‌ای. میفهمی؟ اونا به من نگفتن گناه من چیه. شما میگی. حالا شد. حالا میتونی با هم حرف بزنیم. رک بیهاشیه. قبول؟ صورت تو پاک کن. چند تا اسم بگو. هیچ کس خبردار نمیشه که تو گفتی. خیلی زود خلاص میشی و برمیگردی سر خونه زندگیت. سر درسات. پیش دوستات. نزدیکترین دوست من مریمه. شما که خوب میشناسینش. دخترموتونه. اعلامیه‌ای که تو دانشگاه پخش میشه کار تو و مریمه. با این سکوت چی رو میخوای ثابت کنی ها؟ دلت میخواد قهرمان بشی خوبه، ولی برای کی؟ برای چی؟ فکر کردی وقتی از اینجا آزاد بشی با گل و شیرینی و اسفند منتظرتن؟ هیچ کی اون بیرون منتظرت نیست. همه دارن زندگیشون رو میکنن. حتی اگه از ریخت و قیافه ما حالشون به هم بخوره ترجیح میدن سکوت کنن و سر به زیر آسه برن آسه بیان تا گربه شاخشون نزنه. هیچ کی به فکر تو نیست. خودت به فکر خودت باش. برو بیرون یکی از هموناشو. دخترم یه تو فقط دوست من. اون اعلامیه ها ربطی به مریم نداره. پس به کی ربط داره؟ بیرون این اتاق همکارای من منتظرن ببینن من چی بهشون میگم و ماموریتشون چیه. اگه دختری خوبی باشی میفرستنت خونه و میتونی همه چیزو تموم شده فرض کنی. اما اگه باشون لج بازی کنی میکشنت. مثل اینکه نمیخوای از شر این چشم بند و تنم خلاص شی. چرا؟ دلم میخواد. اما نه بر قیمتی.
دیگه کاری از من ساخته نیست. همه ما میمیریم، بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر. تو واقعا دلت نمیخواد زندگی کنی؟ من عاشق زندگیم. ولی میمیرید برای خوب مردن، برای قهرمان مردن. حرف زدن با شما بیفایده است. نامزد مریم هم همینجوری بود. شما حیفید، ولی خب شرط بقا هوش و قدرته. شما فقط عاشقید، با عشق نمیشه زندگی کرد. تو کشتیش. با نگفتن زنده نمیشه، آره گفتنم وجدان قاتلش آروم نمیشه. اینجور وقتا حرف نزدن خیلی خوبه، مثل کاری که تو کردی. خداحافظ. نه ترس آبجی، کوچیک شما خاکی هستم. خانومی که شما باشین، اسم ما یه چیز دیگه هست. رفیقامون صدامون میکنن خاکی، به مراممون معروفی. بله، وحیدو کجا دیدین؟ عرض میکنم خدمتتون، فقط شرط داره. چه شرطی؟ هرچی هم ما شنیدین، همینجا دفن تو ابد. مرتبطین که باش. راستیتش میخواستیم بگیم ما صاحب کامیون نیستیم، یعنی صاحب همش نیستیم. مال اوستای خدا بیامرزمونه، اب بچگی پارکابیش بودیم. خدا بیامرز عمرش که داد به شما، ما دو دنگش اب بچه‌هاش خریدیم و اینداختیمش تو راه. هم خرج ما رو میده، هم خرج بچه یتیمای اوستامونو. اینا رو گفتم خدمتتون که ملتفت باشین، خدایی نکرده اما جای حرفی نزنین که دو خونوار یتیم میشن. چشم آقای خاکی، چشم. چشمتون بی بلا. پارسال همین وقتا بود این لکنتی ما تو جاده داغ کرد و کنار یه پل زمینگیر شدیم. هنوز اینقدری نگذشته بود که من صدای داد و فریاد شنیدم. سرک که کشیدم دیدم یه سواری وایستاده و یه بنده خدایی دو زانو افتاده رو زمین. خدایش میخواستیم بریم جلو، اما اگه میرفتیم یتیمی بچه هامون رو شاخش بود. آخه بدمصب راننده اون سواری مثل شم واسطو بالا سرش. هفتیرش هم که قلابی نبود، تو خدمت دیده بودیم اینا. بی‌معرفت نامرد معطل کرد اما رحم نکرد. تیر رو که شلیک کرد رفت بالا سرش، نگاش کرد بعدم گذاشت رفت بیدی.
طاقتم تاق شده بود. یه نفس دویدم بالا سرش. جون داشت هنوز. تقلا میکرد یه چیزی بگه. سرمو بردم نزدیکش. انگار داشت یه اسمی رو میگفت. یادم نیست درست. مثل اردوان، ارمغان. ارسلان. آره. گفت ارسلان. گفت و جون داد. جیباشو گشتم. شاید اسمی نشونی ازش پیدا کنم. یه سالی هست که عینش هر شب خواب میبینم. شرمنده ام. شدیم کلاغ سیاه. جسدش چی شد؟ تو اون بیابون یا طعمه حیونا شده یا خوراک خاک. کارش نمیشد کرد. شاید هم یارو اومده و... مهم نیست. نمیخوام بدون. کجا بودی دو ساعت علاف به توی؟ مگه قرار نبود بری خرید؟ کجاست؟ تو اتاق تو. تو اتاق من؟ به اجازه کی؟ مریم، آبرو ریزی نکنی. سلام. کی گفته بیای تو اتاق من؟ شاید چیزایی تو این اتاق باشه که دلم نخواد کسی ببینه. من و تو قرار با هم زندگی کنیم، مگه چیز مخفی بینمون هست؟ اما حریم خصوصی هست. قصد بدی نداشتم. معذرت میخوام. فقط یک کنجکاوی ساده بود. حالا تو دفتر من چیزی هم پیدا کردی؟ شعرهای عاشقانه‌ای که معلوم نیست برای کی نوشته شده. خوشحال میشی اگه بشنوی اینا رو برای تو گفتم، نه؟ اینجا من تنها هستم، تنها. روز شتابان به تاریکی میرسد چون رودی که در پیچ و خمی. جستجو میکنم تو را بیان که بیابم لحظه گم شدم را. ناقصه ولی قشنگه. نمیخوای بقیهشو بگی؟ چرا؟ به موقعش. راستش دنبال قصهات میگشتم که بخونم. یه قصه کوتاهو شروع کردم. خوبه. اسمش چیه؟ هنوز نمیدونم. شب زده چطوره؟ فلسفیه؟ نه. داستانه دست لباس عروسه که برای عروسیهای مختلف اجاره میره و هر دفعه تو تنه یکی میشینه. و عروس آخر که میرسه حسابی نخنما بوسیده شده. من که دارم همش تعریف میکنم. تموم شد میدم بخونیش. فقط مواظب انگشتات باش که عبود نشه. میترسم نتونی عقدنامه رو امضا کنی. اونو که با خونم امضا میکنم. حرف عاشقانه و در عین حال خشنی بود. عشق و خشونت همزادن انگار. اینه یه جای خونده بودم. عروسیمونو توی باغ بگیریم چطوره؟ عالیه. به طب تو هم نزدیکتره. شب جمعه هفته آینده چطوره؟ خوبه. روز خاصیه؟ نه. فقط تا اون موقع نوشتن قصه‌م هم تموم میشه. پس تقدیم نامه اولش مال منه. شک نکن. روز خاصیه برای هر دوتامون.
فقط دلم میخواد قبلش بریم امامزاده تا من نظرم ادا کنم. بعدش هم میریم از روزای آخر نامزدیمون استفاده میکنیم و یه دوری همون طرف رو میزنیم. من قدم زدن تو جاهای دنج رو خیلی دوست دارم. یه جایی هم بلدم که اگه ببینی خیلی خوشت میاد. فردا خوبه؟ ممنون ارسلان. من میدونم که تو خیلی به این حرفا اعتقاد نداری. ولی از اینکه قبول میکنی ممنون. من 2 سال به خاطر تو صبر کردم. اینا خواستای کوچیکیه. فردا میام دنبالت. خداحافظ. خداحافظ. غیبتت موجه شد. دیگه لازم نیست توضیح بدی. چون جواب همه این سوالو میگرفتم. بهت قول میدم هر هفته میام بدیدنت. میدونم کجایی. امامزاده غریبی که پیشش بی حاجت عاشق داریم. گزارش آخر از راوی به پیام در بازرسی پنهان از اتاق وی دفترچه ای با یادداشت‌های مختلف به دست آمد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی فردا قرار مشکوکی را خارج از شهر پیشنهاد کرده است. احتمالاً پس از انجام قرار وی به بازداشتگاه منتقل خواهد شد. مورد جدیدی مشاهده نشد. حالا شده نقشی رو بازی کنی که دوست نداری؟ اونم زمانی که نقش مقابلت بازی نمیکنه. داره برای قتلت نقشه میکشه. با حرفاش، با نگاهاش، با شعراش. از کجا اینقدر مطمئنی؟ از قراری که فردا گذاشته توی جای پرت. میترسم سرهنگ. برای اولین بار تو زندگیم ترسیدم. حق داری. من تو تمام سالهای خدمتم اونقدر که از شاعرها و نویسنده‌ها ترسیدم، از اونایی که چشم تو چشمم اسلحه کشیدن نترسیدم. میدونی چرا؟ چون خیلی کم حرف میزنن. نمیشه فهمید تو کلشون چی میگذره. ولی من خوب میدونم تو سر مریم چی میگذره. تو رو مأمور نکردن که از دختر اطلاعات بگیری. رئیس دنبال وحیده. میدونم. پس بجون. اطلاعات وحید خیلی به درد میخوره. میدونی چه ترفیعی در انتظارته؟ اطلاعاتی که وحید داره دیگه به درد هیچ کس نمیخوره. حتی خودش.
آخرین کسی که وحید رو زنده دید من بودم. کجا؟ یه روز به عروسیش با مریم مونده بود. از چند روز قبل مدام تعقیبش میکردم. اون روز وقتی منتظر تاکسی بود سوارش کردم، آشنایی دادم. گفت منو میشناسه چون امکان نداره کسی به سرموی زنشو نشناسه. هر دو با هم خندیدیم. چرا تا حالا نگفته بودی؟ الانم نمیدونم چرا دارم میگم. بهش گفتم گرسنمه. گفت یه جایی رو برده که نیمروهای خوبی داره. گفتم من عاشق نیمروی کافه‌های بین راهم. از اینجا تا شهر راهی نیست. ولی هر بار که میام انگار 100 ساعت دور شدم از شهر. خاصیت جاده است. سکوتش هم میترسونه هم آرامش میده. خب من حاضرم. گوش میدم. قصد آشنایی با آدمیه که قاپ دخترمومو دزدیده و دلشو برده. از ماجرای خواستگاریت بیخبر نیستم. متاسفم. پس از حسادت هم بیخبر نیستی. فقط همینو میخواستی بگی؟ نه. یه پیشنهادی دارم که تقریباً چاره‌ای نداری جز قبول کردنش. هر دومون انگار داشتیم سعی می‌کردیم بفهمیم چی تو مغزمون یکی می‌گذره. اندازه خوردن یه استکان کمر باریک چای به هم نگاه کردیم. اما انگار یک ساعت گذشت. تو خوب می‌دونی من کیم و چه کارم. منم خوب می‌دونم تو کی هستی. خوب می‌دونی که گیر انداختنت برام عین آب خوردنه. گزارش لحظه به لحظه میرسه دستم. اگه اراده کنم امشب میفرستنه جایی که احتیاجی به تهدید و یادآوری نیست. منم کله شختر از این حرفام که ترس بدنم راه بدم. بهتره بری سر اصل مطلب. از خیر ازدواج با مریم بگذر. منم تمام گزارشایی که در مورد تو دارم و میفرستم بایگانی راکت. کافیه یه مدت بری سفر و ازت خبری نرسه. همه چی از یاد میره و تو به زندگی برمیگردی. قبوله؟ پیشنهادت وسوسه انگیزه. اما متاسفم اشتباه گرفتی. حتی اگه منم بخوام برم گم و گورشم بعیده که مریم. اگه پیشنهادت رو قبول نکنم چی؟ خب نمیشه تا ابد نمک گیره دوتا نیم روی بین راهی موند. میشه برگردیم. مریم منتظرمه. نمیخوای جواب منو بدی؟ شما ما رو از توی پرونده هاتون، از روی گزارشاتون، از حرفای جاسوساتون میشناسین. اما ما شما رو از تنهاییاتون، از ترسای تموم نشدنیتون، از دوستای بینشون خاک شدمون میشناسیم. جواب من معلومه. به بهانه زود رسیدن از یه جاده فری بردمش تا وسطای بیابون. وحید ساکت ساکت بود. انگار میدونست داره اتفاقی میفته. حق با اون بود. قرار بود اتفاقی بیفته. Thank you.
چه جای عجیبی برای عشق عاشقی. برای زوج عجیبی مثل من و تو اصلا عجیب نیست. تو اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ خواب دیدم. تا حالا اینجا رو ندیده بودی؟ رودخونه خشک و زمینای بی آب و علف دیدن نداره. از سلیقه من خوشت نیومد؟ نمیفهمم برای چی اینجاییم. اگه میخواستی من ببینم دیدم. بریم. اما من هنوز نگفتم چرا اومدیم اینجا. باشه بگو. منتظرم. حتما مهم بوده که از این همه جای خوش آب و هوا اومدیم تو این بیغوله. اگه بهت بگم اینجا زیر این پلی گنج دفن شده باورت میشه؟ من ترجیح میدم گنجم رو زمین پیدا کنم مریم. تا دفنش کنی؟ که بهش بگم خیلی دوستش دارم به شرطی که فقط مال من باشه. یه نفر زیر اون پل منتظرته. برو اینا رو بهش بگو. جدی میگم. برو. شوخی بیمزه یه مریم. تمومش کن. باید خیلی احمق باشم که نفهمم چرا من آوردی اینجا. بهتره دیگه برای هم نقش بازی نکن. اون اسلحه هم برای تو خطرناکه هم برای من. عاقل باشیم بهتره. پیشنهادت چیه؟ اینکه اون اسلحه رو بدی به من و برگردیم شهر. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. تو برو پی زندگیت، منم پی زندگیم. کار آسونیه. وحیدو چی کار کنی؟ میگم چی کارش کنی. پاشو وحید! یه نفر اینجا منتظرته! میخواد از قاتلت انتقام بگیره! پاشو وحید! این بابا دوست داره از زنده بودنشون شرمندن! دشمنان گیجن رو نمیدونن کجایی! پاشو وحید! خیلی کار داری، خیلی! میدونی چرا؟ چون از وقتی که مردی برای همه محبوب شده. فقط بزلایی مثل تو و دوستات بعد از زندگیشون شرمنده باشن. میخوای اعتراف کنم که قاتل وحید منم؟ باشه باشه، به همه دنیا میگم. ولی بذار اینم بگم که اگه تو قرار نبود باشه ازدواج بکنی احتمالاً الان زنده بود. پس تو هم بی تقصیر نیستی. بشین رو زنون! بشین! به زانو نشست. هیچی نگفت. بعد یه زمزمه نامفهوم ازش میشنیدم. دستش از پشت دستمن زده بودم. اینجوری. تسلیم تسلیم. بهش نزدیک شدم. گفتم دست بردار از وسوسه مردن. بهم خندید. عصبی شدم. بهش گفتم مگه مریم رو دوست نداری؟ مگه زندگی رو نمیخوای؟ از عشقت بگذر تا زنده بمونی. میدونی چی گفت؟ هیچی هیچی. اما مثل من به خاک نیفتاد چون نمی ترسید.
التماس نکرد، چون منو قابل التماس نمیدونست. گریه نکرد چون مطمئن بود میکشمش. منو نکش، التماس میکنم. این خاک حیفه که هم تو توش بخوابی هم وحید. التماس میکنم، وایسا مریم، تو هم اگه زمزمه قبل از مرگت داری بخون. میدونی اون زمزمه چیه؟ طلب بخشش از کسایی که دوستشون داری، از کسایی که دوستم برای تو متاسفم ارسلان. تو هیچ زمزمه ای نخوندی چون نه کسی رو دوست داری نه کسی دوستت داره. از راوی دو به پیام، از راوی دو به پیام. طبق دستور مأموریت انجام شد، هر دو شاهد شهادتشون رو پس گرفتند. تمام. وحید عزیزم، روز شتابان فرو میافتد و من خواب میبینم که فرو میافتم. کابوس هایم جان میگیرد، سال ها یکی میشوند، صورتک ها یکی، چشم ها یکی. اینک از من سایه ای مانده و از تو